با نام خداوند بزرگ و توانا. سلام دوستان عزیز، قاب گفتگو است و خوش آمدین. این هفته دیگه هفته رابندی های مدل نو بود در کابل، بسیار جالب بود که گذشت و تجربه کردیم، تجربه نو بود. خدا کنه که سر شما بخیر گذاشته باشه و دوستان که در اطراف در ولایت افغانستان هستن همیتون جور و سلامت باشین. هوای سرد زمستان خدا کنه که خوش بگذره و دوستان ما هستن، اما یک نفر ما نیست در اینجا. کجاست؟ باز قسیم فرزانه جان خودت نماینده قسیم است. جانشینم نداره، خودشم نیست. من خاطر از این چیزی نمیگم که مردم میگه که عبد بسیار زیاد صحبت میکنه، نه خود دلم طاقت نمیکنه. قسیم خب می آمده؟ نه نامده. قسیم نامده، فقط یک چند تصویر خود روان کرده. خدا کنه خودش هم آمده باشه. میبینیم تصاویرش رو، میبینیم پاسپورتش رو روان کرده از شاهرخان وطنی. پاس کارت خدا او به شک در ایمیل هم نشته کده بود که کجاست اینجا رفت؟ بابا اینجا چی لقم تو خودم؟ من دازد در پایین کنم چیز گم شدم از یک فلم شوارخان. خواه اینه در نام چند رو پداده که جکس کشیده او نفرکار چقدر گفته باشه در بشم جمعه در چی هم رفته؟ اینش اینک گرفته گنگا جمعه هم رفته در مجام رفته اینک گرفته اینال بیا قسیم باش بسیار زیبا شترگینز شترگینز سلام امروز سلمان خان سلمان خان وطنی است میبینید افغانستان عکس گرفته خب حالا خود از کجاست؟ سلام بر همتان افریجا، سلام بر شما بوپل جان، آبت جان، خانم فرزانه، سلام بر شما تبیدت وازده رو سلام و تشکر. آدم کمتوم در جایی که میرم و زبانش کم کمتوم یاد میگره دیگه. بسیار خوش هستم، حالا جاد پشتندق شدیم دمونتا، حالا پروگرام هایتان افغان ها میدیدن، خودم هم دیدم غیبت های رام که آبت کرد دیدیم، خیر ببینی. صفت کردیم. این رفتن شما به هندوستان با وقت که قاب گفتگو را برنامهش بسیار بالا برد، اینا رو میتون بلنبر است. شما رفتین باز فرزانه جان میرن، باز یا میرن، باز ما میرن. ان شاء الله میریم. افغان ها میتونه پوپل جان افی جان سلام برتون گفت. وعلیکم سلام. یک سفر بسیار خوب بود در مجموع وقت، با وجود از اینکه سفر بود، اما آدم وقتی که از کشور دور میشه باز دق میشه. همزمانی که یک شب مثلا در کشور دیگه سپری کنی، سباش که بخوزی تو فکر میکنی که شاید مسائل هاست مثلا از کشور خود دوستم. چطور امروی یک عکس امروی سلمان خان چطور جنگت نان بخاطر خود شاهرخان است که چطور قدر خوب آل فیلن نو دوستی ما نو آغاز شده و افیز جان در مجموع یکان تسکای بسیار شیرین اکو بخاطر که کل ما منتظر هستیم که از این خاطری جانبی تا بگو آب جان یک گپه که در شروع ما بگویم فرزانه جان به کل دوستا که کسایی که خارج افغانستان هستن و پشت وطن دق میشن، ما پشت شما فوق العاده دق شدیم و احساس نکنین که شما دور هستین از ما. در قلب ما جای دارین و ما به شما میرسیم. بانکین گپای ما خلاص شد. و مسئله بسیار مهمی است، عمده ای است که احساس میکنیم که شما ما را دوست دارین. بله. و قسیم جان اگان قصار کرد که امو احساس ما قبل از قصای قسیم جانم داشتیم و خدا کنه که جور و سلامت و سرخروی و سربلند و سرفراز باشین و همیشه ایام به کامتان باشه. امیدی هستیم که شما پس به وطن خود بیاین. قسیم جان هر سفر آدم یک تجربه یک تجربه حاصل میکنه و یک چیز میآموزه. خودت دنیم سفر و ما دنیم سفر خودت من یکی بوبل جان از امروزی که ما رفتم و همیشه یکون چیزا که میبینه آدم در مقایسه است، مثلا میگه این چیزا یا دارن افغانستان چرا نداره. زمانی که از میدان هوایی مثلا از این حرکت میکنی، وقتی تو میشی میگی بون میدان هوایی از چه رقم است، از یه چی برتری از میدان هوایی. میبینی که از اون چیز زیاد داره باز جگرت خون میشه، میگی والا سکن از ما میدان هوایی ما اینا که خورده از اینا که کلان است. با خدا دادگان ستیزه مکن، خدا دادگان را خدا داده. اینجا 30 سال جنگ تیر شده و همچنان افیز جان مثلا در اینجا یک پتگام است که یک نفر مثلا جور تیار در روی سرک میگه برما پیسه بتی میخوای کس دیگه کسو پیسه بگیره کنه پیسه بگو سوال کنه. دیگه دوجا چقم اوج یک نفر بسیار ضعیف که اینکه سیل بکنی میگه شاید دیده می لحظه دیگه خلاص یک امپلوک بزنی میفتم میمرا برو بخای این یک بایسکل شتا سه نفرم در پسر شونده اما تو نو بایسکل سرش شور می گوشکیان در گوشش اینجای که در رئیس دم سم چی جالب از یک بسیم تو دیگه مسیر فقط در اپا به در اپا قدر زحمت واقعا چون بسیار مردم زحمتکش با وجود که بسیار غریب دارن اما
سنای زیاد، یعنی منظور گفت ما ایتو درک کردم که یک کسی که در افغانستان مثلا سنش میرسه به 50 یا میرسه به 60 یا پیر زهیر میشن به اصطلاح عام ما شما، بازواد اگر چند درد می داشته باشن و مفتن در جای و همیشه جگرخونی و تشویش میکنن، اما همه قسم به می سنا در دنیای دیگه هم کشورهای دیگه هم مردمای هستن که کار میکنن و همه قدر تبخاش ای تشویش مشویش در کنار میگذارن، مشکل هم زیاد دارن، یعنی یک رقم عادت ما و شما شده که تشویش زیاد میکنیم. یعنی ما قدر وقتی بودیم ما تو وقت نشه که دلق در آبندان بند مانده باشم، با وجودی که این نفوسش شاید یامقه موتر که دیجی هست، یامقه نفوسی که دیجی شاید دوجه هم قدر باشه. موتر خودت رو برده بودیم؟ نه نه ما خواهم اونجا دوستا بودن، دوستا بودن، ما خواهم باشم دوستا بودن. فرق میکنن و یک چیز دیگر ما فیجان بازم یاد دوستا زود ما بین است نی؟ و اگر دیگر لیوارس میدن، خودشون لیوارس میدن. فیجان هند یک چیز دیگه که من بسیار خوشم آمد، امی کس با کس کار نداره، که می تو کی هستی، چی میکنی، وی تو را معاینه نمیکنن، تو را سر تا قلم سر میکنن، چی دختر چی بچه را، و مثلا دخترا فامیلا بسیار آزاد میگردن، امی افغانایی که در موجه یعنی هستن با کس متوجه نه سایل نمیکنن دیگه نمیکنن. یک خانم مگه مثلا اون بیچاره چی مشکل داره که چادری باشه، حجاب باشه، ریلوج باشه، نمیلاب سر کسات کو امی 20 محترم تو رات برات استاد. اول یادم کردم یک دفعه دیگه موضوع شد. مسئله مهمی است که از طلوع سکو که آیا مردم خوش بودن از ما، راضی بودن کسایی که دیدن. صدر تکیه بسیار جالب. مثلا یک اتاق نموجه کرا میگیری 1000 کلدار، که 1000 کلدار هندی، 1000 افغانی میشه. مثلا اونجا افغانی بودن بر ما زنگ زدن گفتن نو بدر وقتی ما میریم میگه 1300 بر ما. ما برشون میگیم که اونجا 1000 میتن، میگه نه تلویزیون تو لو رو میگیره 1300 به خاطر تلویزیون تو لو. قاسم جان خوش اومدی. خوش اومدی. این بود قاب گفتگو با قاسم. افغانا همشون سلام گفتن، یه میگه پم بر کنم. همشون سلام گفتن. دیگه تو کار میکنیم که هر دفعه قاسم ده کشور روان میکنیم که بره. هر دفعه مثلا گزارش بیاره برمانی یک ساعت موتر گپ بزنه، یک ساعت سر سلمانی گپ بزنه مزدار. آب جان بسیار خوش اومدی، وقت بسیار محدود است. چی گفا بود؟ خیر و خیرت بود باش که گتی دوستا اکسلام که قدر منو دوستان و سلامونو ولنده که اومده قاب و گفتگو لخواه و دوستان لخواه هر چرت چی هسته خوش و خوشحال و خندان و بسیم خیر و سیم با سلام شمایی تو کمک نیم خام و نیم بریان است از ما پخته است نیتا قدیر و بخار خواه ما هم سلام عرض میکنم و قاسم جان دو هفته نبود مودق شده بودیم پشت گپ کردن و آرزو میکنم شما جور و سعادتمند باشین در کجا که هستین. موضوعات زیاد است اما امی بخش ما کمک کوتاه باید سلام علیکم بگیم اگر گرچه در مهمان ویژام میرسن میان و که وقت زدن گیرین. فرزان جان خودتون خوش آمدید. برای من دو فرد شیر سروده به او خود چک چک کردم. ما به فراق قاسم جان شیرم سرودیم من تا وقت کم است که گنی با صدای مقبول عابد برتان دکلمه میکنم. جاپون زیاد مدارم من تا فکر میکنم وقت ما محدود است. نه خیر میشه یک موضوع یک موضوع بگوین که موضوعی که من زیاد متاثر شدم و یک موضوع یک چند موضوع را آمده میافته شنیدم و زیاد زیاد متاثر شدم. نفهمیدم که رای حل از چی وقت خواهد بود، چی وقت بر ما این مشکل حل خواهد شد. یک دخترک کورس می رفتن. خب افغانستان کابل کوچه بندی گه کار داره، یکان جایش کوچه های خورد خورده است داره که رای موتر نیست. این دختره که از این کوچه میگذشته چار پنج نفر بچه ها بوده، مردا بوده، ایره محکم گرفتن، سرش تجاوز کردن و ایره به حالت بسیار وخیم رها کردن، خودشان فرار بچه کردن بچه ولگرد فرار کردن. وقتی که دخترک بردن شفاخانه وضعیتش بسیار زیاد خراب بوده و در پلوی از او یک دو دختر دیگه بوده، اما قسم میرفته و هم قسم کوچه بندی بوده، او را هم بالایشان آمدن میخواست دستکولایشان چور کنن. بسیار زیاد شده افیش جانم این کارا لاتوکوب شدن و یک بچه جوان دیگه که آیفون داشته و مقسم میرفته یک نفر مقابلش آمده گفته بتی تلفن تو گفته نمیتونم تلفن شخصی من از دی اکسا از فامیلی از من نمیتونم تلفن شخصی. بالاخره آدم وقتی که چی باشه درگیر میشه دیگه. بالاخره هم رای کارت به قلبش زده بودن چند کارت. ببینین چقدر مشکلات در کابل زیاد، یعنی این مشکلات هست که من نمیفهم یگان جایی که مثلا تو کوچه بندی و پلیس هم نمیشه که اونجا جایش باشه که مثلا پلیس ها استاد باشن چک کنن. از اون خاطر است که وقت پلیس دادون هر دروازه بده پلیس باشه. یکی از دلایلی که اینمی گروه زیاد شده و بچه‌ای که ولگرد هستن کار نمی داشته باشن، فکر کنین در کوچه دو سه بچه یک جای میشه کار نداره، نه چیز نداره، نه درس میخونه، مصروف نیستن، مصروف نیستن و کارم برشون مساعد نیست یا شرایط مساعد نیست یا نمیتونن اونموس که یا کسی دیگه هست میرم به طرف دیگه طرف زینمی را میره بیا یه قدر زیاد شده که بالکل دیگه در روز روشن 12 بجه خانه داخل میشن 4-5 نفر و از خانه رو که چیزی از کلش میگیرن. واقعا نمیدونم شده
خب موضوع زیاد است آبا جان، ما دست خیر داخل باز گپ میزنیم. های های که کلی ها شهر بیا. مهمان ویژه ما دوستای عزیز رسیدن و یکی از چهره هایی که سخت شما تشنی دیدارش هستین و از صدایش زنده در قاب گفتگو به شما بخوانه و ببینین و صحبتایش رو بشنوین، دردای دلش رو بشنوین. او از طاهر شباب و میاین فقط شما هم این وقفه رو ببینین، یک چای تازه کنین و یک میوه خشک پیشیتان کش کنین، یک دو دانه بخورین، یک دو دانه خود کشمش بخورین، زود پس میاین. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز به ادامه برنامه قاب گفتگو و بیاین که کسی را که براتون وعده کردم که با ما هستن رسیدن، بیاین چی گفتنی دارن. یکی از آهنگای جدیدشان است. سرجان بسیار خوش، آهنگ ماهنگ دیگه عاشقانه هست. به افتخار تارجان شباب سلام با شما، بسیار خوش آمدید تارجان. خوش آمدید شباب، میبینیم سفرها بخیر گذشت. تارجان رو کنار رسید، تارجان رو کنار افغانستان خوش آمدید. تجویز یا میشه باز بکنم قلبی جوپونیا برسید. خب ما سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بیننده های تلویزیون طلوع و مردم افغانستان، امیدوار هستم در هر گوشه و کناری از دنیا و افغانستان کسین جور و آرام باشه. تشکر. در آغاز تارجان همین مسئله سفرها چطور بود؟ سفرهای ستاره افغان بخیر با پایان رساندین، رفتین به گوشه و کنار، دوستا چطور استقبال کردن؟ بعد از بسیار وقتا شما رو دیدن در جای دوردست. خوشبختانه که من بعد از مدت زیاد با وقت آمدم افغانستان، همیشه آمده بودم ولی مدت کوتاه بود. این بار آمدم ولایت های افغانستان رو دیدم، بخصوص جلال آباد که وطن اصلی ماست، زادگاه ما بوده که بود، از نزدیک دیدم، بر من خاطری بسیار بزرگ بود. خلاصه هر دقوار لحظه که من میجه هستم احساس میکنم رای دوستا و افغانه خود، برای من بیخی گفته اگه من گوشت میگیرم. در جلالباد کدام سنفیتان، کدام کسی که دوست یار از وقت داری دوانه نیم؟ متاسفانه جلالباد وقتی که من دیده بودم با سن سال خوردی دیدم بیخی یک تصویر دیگه بود، یک متفاوت شده. یک تصویر دیگه ام دفعه که دیدم من چون نیفهم آدم خود باش هر چیز زیادی تو به نظرش کلام مول میشه، ولی وقتی کال سن کم بلند رفت گفت وا برات خود مول میشه، توقعات بالا بود، ولی بخصوص برای من بسیار جالب بود، با واقعیت جالب بود. همه شهرهای افغانستان خوش میشم که وطن آرام میشه، روبرو استاد روبرو با ترقی است و جای افتخار بر کل ما و شماست. خب تاجون چطور بود؟ استعدادایی که در شهر جلال آباد دوستایی که اشتراک کرده بودن چطور بودن؟ یعنی کامیاب شدن چند نفره؟ شما چی فکر میکنید که میتونه ستاره افغان از شهر جلال آباد باشه؟ ولی خوشبختانه افغانستان بعد از 3 دهه جنگ جوانایی که از زیر یک چی بگویم تازیانه یا جنگ بسیار نااعلان شده دنیا ما و شما قرار داریم، امی که همت میکنن میان در عرصه موسیقی، به خاطر از اینکه من فکر میکنم از آدم کشتن و چور کردن کده بسیار جرات میخواد که آدم در موسیقی در افغانستان روی بیاره. این بیاتر جرات بزرگ کار داره، ولی جوان ها که میان این میامدنشان برای بسیار قابل قدر است و من امیدوار هستم که داشتیم کرکترهای بسیار خوب در هرات، جلال آباد، قندار و مزار شریف. ان شاء الله بس خود دیدن شما دیگه روی استیج خود دیدن. از وقتی که شروع کردین امی آهنگ اهل هر کجا که باشی، یک آهنگ بود دوگانه هم را سیرک جان خواندین، تا آخرین آهنگی که خب دلا را داره بکنیم، آخرین آهنگ گلگزاری، چی تفاوت های در بین آهنگ هایتان میبینین و کدامش زیاد دوست دارید؟ خب هر هنرمند هر اثری که از خود به وجود میاره و مثل توتی جگرش است، برش امتیاز قائل نیست کدامش خوب است کدامش خراب است. ای خواهم خواهم نگوی کار انسان که هر روز کار میکنه کار نوش چیزای خوبتر داره و او را میتونه آدم سرش قضاوت کنه و خود آدم هم بیننده هم. ولی که ما چطور آهنگ انتخاب کردیم، هر هنرمند رسالت داره که در شرایط زمان در وقتی که زندگی میکنه نظر به خواست زمان، نظر به خواست وقت
هنر خود به نمایش بگذاره. و ما اون وقت این آهنگ خواندیم با وقت از طرف مردم افغانستان قابل قبول شد و مردم زیاد خوش کردن و ما اون قدم اولیم بود که تا به حال مرا جرأت داده که من کار میکنم و امیدوار هستم کارم مثمر باشه برای مردم. از مو آغاز که از اینجا آغاز کردین، بعد از او باز در گروه مختلف هم بودین، از این قصه کنین و در پالیش استاد آرمان هم روی شما بوده که استاد شما از در بخش گیتار. خوشبختانه من خودم اصلا لیسی مسلکی موزیک خواندم، شاید تکرارم باشه چون در هر مصاحبه خود گفتیم و من موسیقی رو به شکل علمی و فنیش فرا گرفتم از لیسی مسلکی موزیک که مرحوم استاد سرمه است. همینطور صدیق شباب هم از نه خیر صدیق جان با امر ما کار کرده خانه شما یعنی شاگرد شما جان شما صورت کشیدن یا شما او رو شما خودم قضاوت کنین، ما هر دو یکی هستین. اول شما شروع کردین به موسیقی اول. خب من شروع کردم. طاهر جان شروع کردم. سیدی جان اصلا وظیفه‌اش نظامی است، ما چون از فامیل عسکرزاده اگر بگویم عسکرزاده هستیم. اگر نه کسی که به موسیقی روی آورد ما بودم. و بعد از من سیدی جان هم شوق علاقه پیدا کرد. و هم تصادفی یک گپی شد که من آهنگ اهل هر کجا را می‌خواستم ثبت کنیم چون دو آواز کار داشتیم. در خانه بسیده کتون بیا کنید تمرین کنید بخوانید که خانه رسی خوش آمد. اونون بود که نام خدا کارش والا فوق العاده و یک نوآوریام کرده بودین در مو وقت همش در استودیو خوانده میشد و هم تا چه قسم تو منازه هم استاد میشدن شور رو میخوردن با شما حرکت داشتین در بازار رفته بودین و میخواندین و مردم هر... من گفتم در هر شرط زمان آدم باید تکان نوآوری در کار خود داشته باشه. من افهم که وقت فروجان زرنگ هم کسی که همین آهنگ دایر کرده بود محبت کردن و آهنگ ساختن دیگه چیزی بود من نفهم دیگه چقدر مردم نه نه قابل دستم هست دیگه آهنگ که پشتو امرای فرزانه ناز خواندین شما بله که لاله چطور چطور بچه خاله تو خزیم لاله نمی برای خوز عزیز هر کسی را بچه خاله کتون بخاطری وطندار بست از هر جای که باشی مو گپ بازه که اهل هر کجا که باشی باز هم افغانی هستیم. اگه از هر جای باشی ما افغان هستیم خوی که تو اوجه تولد شدی و اصلی جد فکر میکنم از پنشیر باشی تو نه شما شما من خوش بجانه تو بگم بخواد شما با نیسا آدم بزرگوار مولی نه تو نگویی یه جه تو بند است شما شما در بگفتون کم گفتی باید فکرت باشه که از ستاری افغان از ماشت میگردن ما بجولی ماش آمدیم خب آمدن نه امره فرزانناز اگه آهنگ خاندینی و بسیاری مردم میگه که یک لک دلار دو مصرف شده واقعیت است؟ والا سب می پروپاگاندای مردم در هر عرصه است متاسفانه من آهنگ خواندم من فکر می کنم که خواستیم یک چیز نوآوری بسازیم که موسیقی خود ما رو مارش بودیم چون همیشه جوانای ما طرف موسیقی هند ایران و کجا کجا میریم ما خواستیم از خود هم یک ابتکاری داشته باشیم نه وقدر پیسه مصرف نشده که داشته باشیم هیچ آهنگ موسیقی رو اعلام میکنم خب امی افتیده دیگه زیاد گفتن شده خب شد که جواب دادی خب جان درباره اینه که در کجا زندگی میکنین کمی دوستان بفهمن و در اونجا مصروف چی هست مصروف چی کاروبار هستین حالا خب فعلا یک شش ماه هستین بخیر اینجا و دمی زودی هم شاید شما برین به کدام پرابلم شده خدا پرابلم دور داشته باشه من اصل زندگی می کنم در جرمنی فامیلم هم هست اونا در کانادا هستن و من خودم دیگه فامیل در کانادا هستن فامیل کانادا هستن دیگه فعلا در افغانستان هستم و می خواهیم که خداوند خواسته باشه زیادتر در افغانستان بانم چون آدم یک وقتی میشه که میگم مرغی که از خیل جدا میشه پس یک وقت اموها و هوای خیلی خدا میگنه یکی از مسائلی که بر ما بسیار جالب است و دوستای ما که در پاکستان در مناطق پشتونشین هستن بعضا میگن که طاهر شباب از ماست و آهنگای پشتو را که طاهر جان میخوانه و صدیق جان میخوانه در مجموع تمام هنرمندا بالخصوص طاهر جان یک تلفظ بسیار غلیظ زیبای دارین یک صدای بسیار گرنگ دارین بله. که من فکر میکنم که بسیار کم نظیر است و همین آهنگایتون بسیار فوق العاده دل مردم چنگ زده به مو دوستایی که شما را فوق العاده دوست داره دو طرف مرزها هستن گفتم یک زمزمه یک حال داشته باشین با یک آهنگ پشتویتون بله. که تشنه هستن کم تو بدون موسیقی بشنون من ولی امیر بخواستم برای دوستا عرض کنم که خود هنر سرحد نداره امی هنر است که سرحدها رو میشکنه و از بین میبره دلها رو نزدیک میسازه و هنر هم ترجمانی نداره و برد یک هنرمند امیست که هر ملیت رو از خود بشماره دقیقا متوجه هستی؟ بله بله یکی چقدر مردم
ملی باشم. پشت زبان ما مرا قبول میکنه. بازم گپی است که ما چون در جلال‌آباد اول چیدیم میخوام خاطر زندگی اون داریم تاثیر بسیار داره. دقیقا. از خاطر ما شاید در تلفظ خود اگر اشتباه نکنم یا کرده باشم معذرت بپذیرن و اینکه چقدر خوب خوانیم دیگه قضاوت بر دوستان قضاوت کردن فوق العاده 100% نمره دادن تا و کمک شما یک آهنگش زمزمه کنین یک آهنگ پشتوی تو نه ما آهنگ ولی من چی رو بخوام فعلا در ذهن تو هست گچ کلش در ذهن ما فهمم یار است ما وارخ جو شنیدن به خاطر اینکه ما یک آهنگ را که نو ثبت کردیم اگر چیز نشه رو به کرزت ما توفه روان کردیم که اونا خواهش کردن و ما آهنگ شیرت ملنگ جان است و آهنگ بخیر این زیکا کلیپ جور میکنه کلیپ جور میکنم شعری است که با مو حال اوضاع وطن زیاد میخوانم خونی ماچ میکنم خونی داره و امیر برطانی هم زمزمه کنم ز په دنیا کې له دنیا نه عدالت غواړم زه هم انسان یم پرشتیا انسانیت غواړم زه په دنیا کې له دنیا نه عدالت غواړم زه هم انسان یم پرشتیا انسانیت غواړم بس دیگه شما بخواهم نه پیش برین ما را خوش محمد باش که دیگه شیرش هست بخواهم زلمیان و موری فریادونه ده دردمن ملنگ جان دلو غلن ملنگ جان زلمیان و موری فریادونه ده دردمن ملنگ جان دلو غلن ملنگ جان یارانو تاسو که یوال یو وحدتو غواړو ما زه هم انسان یم پرشتیا انسانیت واو بسیار بسیار همین خورد آواز داد این حاجت لاود سپیکر اینا صدای بسیار بلند نام خدا امو است که ما پیشترم گفتم که وقتی که دوستا تعریف کردن گفتن که نه تارجان از طرف ماست و یکی از مسائل که یادآوری کردن گفتن آهنگای پشتو رو با یک صدای نام خدا که یک شش صدای دیگه یک جایش رو صدا تشکیل بده میخوان شما بس کدام آهنگ قرصک پشتو قبول جور کردین جور میکنید ما چیز دارم قرصک خانی تو پشتونی و ما کوشش میکنم که یک میکس بسیار خوب داشته باشم از موسیقی شمال و جنوب به خاطر بسیار ملودی مقبول داریم ولی سرزی کار باید شوه او را باید من بخواهیم آل چون بر دوست آدم بگوی بعد اگر قم نیک زیاد عرب پرفی کرد او را باز من در کار عملی خود بشان نشان بیتون از ما من آگفتن من بسیار ببخشن گفت شما را خطر کردن شعر آهنگی را که پشار خواندم از ملنگ جان است یکی از شعرهای بسیار آزادهای افغانستان بود داره وقتش بسیار خوب تا جان درباره خود شخصی یکان سوال داشته باشیم که یام بسیار مهم است که دوباره زندگی شخصیتان صحبت کنین که تو چی کاره؟ تذکیره میتید بچه دوالا خود گفت زد بفرمین ما فرمودم دیگه چیز از بیشتر گفتم که دوباره زندگی شخصیتان که بعدا سوال میشه از هنرمندا که چند بار ازدواج کردین و همچنان دوباره ماراتایی که دور از هنر باشه که شما دارینش و قصه نکردین دوباره از اون میشه که مال مد بگین سوال دو تا نفرم چی مهارتایی که دارین مثلا آشپز خوب است کالاشویی همیشه و آلای موسیقی داله موسیقی چه به یاد دارین آلای موسیقی کدامانی خوش دارین چه رقم آرسی کردیم طفل هم دارم شکر نامه دو دختر دو بچه بسیار دیگه اصل موسیقی که کار کردیم رشته از مسلکیم گیتار است بسیار و در پولی دیگه پا دیگه رنگ مال خوب است کن داره اون در من خرچ میتونش نمیتونه اگر زحمت بکشه کوشش کنه هیچ گپی نیست که نشه خب ما زیاد میخوایم که خودم در خانه هم هستم زیاد کوشش میکنم که بسیار هم گپ های زندگی خودم بار دوش سر فامیل نباشم بسیار کدام آهنگ آب جان امیال فرمایش میتین که تار جان برتون بخونه بخاطر تار جان کلی آهنگا را بسیار خوب میخونه بسیار مقبول میخونه بسیار آواز زیبا داره و دانمو سوال ما نه که مثلا داله موسیقی کدام میره بسیار علاقه داره گفتن گفتن ما رشته مسلکی من گیتار است گیتار کار میکنه در پلیس تارباب چیزی که چون گیتار خود شش تار داره تارباب یعنی ما چیز از استاد رامشگرم پاریتان شیشته می باشه در چیزنی بله ما هم استاد هستند رامشگر صاحب هم سینفی میده لیسی مسلکی موزیک با هم یک جور بسیار خوب و
خب مسئله آهنگ است که من نمی‌فهم کلیپ رو ببینیم یا بازم هر چی که از شما بشنیم دوستا بشنیم من میده اگه احساس میکنم که همیشه با موسیقی شنیدن همه تو خالص بشنون من فکر میکنم بسیار خوب حالا اگه آهنگایی که یک از آهنگایی که بدل شما زیاد چنگ میزنه همیشه خوشتون میاد مورو بخونین از خودتان است از کس دیگه است انتخاب با شما فرزانه زلان و ناپولیتس قضاوت که داریم مدو پیش از بخانه فهم قسم جان بسیار آرام از امروز نه نه ما آرام نیستم در تلفون بسیار آدم آزار میده شما خبیل نگه آنگ مامور بخان بلا ما چی بگویم دیگه ستاپ و انانگو کلیم نه نه ستاپ و انانگو پشتو شده یک تو پشتو خواهد غم دارم غم من فکر میکرم آهنگ چی رک بخان که دوستاد آرمان خواندن او آهنگشان بسیار خواهد زغمه کسی علاقه دقیقا فرمایش گرفتی شباب صاحب بیقی ایران موندی کنم مگم مقام میفهم شباب صاحب که هنرمند از هنرمند دیگر نمیخوانه باید از خودم بخوانم خودم میخوانم هر چیز که هر این یک گپ بسیار چیز است من خودم شخصا از هر هنرمند آهنگیتون مشخص نیست که آواز کی خوشم میاد از هر هنرمند یک آهنگش خوشم میاد زیادتر از هنرمندان هم دیدیم تو چیز دارن تو نمیخواین که از یک هنرمند دیگر هم یه چیز کدام گپ هم نیست بیان خیر آهنگ میخوانن دار جان و با می آهنگ هم بخش خط میکنیم دوستای شما میکنیم وقت بسیار محدود است زغم کسی حلاکم که زمان خبر نداره عجب از محبت من که در او اثر ندارد زغم کسی حلاکم که زمان خبر ندارد چو غنیمت از تو خوبی بکرش مجلوه کن چو غنیمت از تو خوبی بکرش مجلوه کن که با عالم جوانی نرسد کسی دوباره زغم کسی علاقم که زمان خبر ندارد عجب از محبت من که در او اثر ندارد زغم کسی علاقم بابا جی خلاوه با طبیعت خود بخن خوب بعد لیتی و ریخانی ببخشید که بیشترش توازن خیر است پروانه داره در سی تا آخر نمی قوله که تمی تو قایم گرفته بودی ما گفتم اینه می مایی که تاش چی خبر دیگه رکم اگر اعلام میده دیگه پس کشی میرم روز بگی تو بخاطر که نمی نمی چیه دست درد نیست تالا نه دست درد میکنه سر دونو مو بسر جانه یک جان تشکر ترجان همیشه موفق باشین و بخیر شما رو دستاری افغان دارین دوستا میبینن شما رو و ببینیم که بخیر ستاری جشنواره نهم ستاری افغان چطور خواهد شد پروسش و انشالله در کلگی منتظر استیجی هستن دیگه که برنامه استیجی رو ببینن یک جان تشکر بازم تشکر از همه محبت شما دوستا بسیار خوش گذشت امیدوارم برای دوستام خسته کن نبوده باشن کمی کوسیر بباشه زنده باشین تشکر دوستا عزیز بخش بعدی ما رو فراموش نکنین یا آزیتا جان و یا خدیجه جان میه که سینما داره سینما خو ما داریم کسی چی با سینما ما و نرمنده ما رو ببینی پیر پیر و نرمنده دیگه سینما رو ببینی جوان جوان کسی چی با کسی چی چیزی بگویو چیزی بشنوی خواهر عزیز ما سینما را پیش بید خواهر کلی جهان دوست عزیز خوش آمده بخش سینما هست بخش سینما هست و خدیجه جان سلام خدمت شما بیننده‌های عزیز کمیل از بیننده برنامه قاب گفتگو هستین سلام های خدا خدمتتان تقدیم میکنم با امید از اینکه تا انتهای برنامه مخاطبتان ما را همراهی کنین و صدای خستگان آب را تحمل کنین خب باز هم خدیجه سادات به جای یکی از همکارای ما مجبور حاضر شدم خب امروز آزیتا جان غیر از رسن خواستم به جای آزیتا جان دو فیلم بسیار زیبا را تقدیم کنم دیگه آزیتا را نمیمانیم شما هر وقت بتانی سینما و تلویزیون شما پیش ببرین خاصه که تصویر میبینین دوستای عزیز
عزیز، این فیلم بسیار زیبا هست. خواه امی فیلم است؟ بله امی فیلم بین امریکا و استرالیا مشترک ساخته شده. آی فرانکنستین. نام این فیلم آی فرانکنستین است. ما فرانکنستین استم. این فیلم در 27 جنوری سال 2014 به بازار عرضه خواهد شد. داستانش چی است؟ داستان از یک مرد امی یک مرد یک ایولا هست که پسان به نام یک مرد به نام فرانکنستین تبدیل میشه. ایولا و ای به خاطر مبارزه میکنه، به خاطر که داستان فیلم قسمه می است که این امر یک شیطان مبارزه میکنه به خاطر بدست آوردن کلید جاودانگی خود. و فیلم متوجه شدن زیادتر آل فیلم ها تخیلی است. مکمل تخیلی است. یکی زیادتر فیلم ها گرافیکی. بله 80% این فیلم گرافیکی است. فکر کنین دیگه. بله. و مهمترین بخشش که به مهمترین بخش که در این فیلم است، این فیلم زمینه کار برای 500 نفر مهیا ساخته و دیگه اینکه کسایی که در نقش مرکزی کار کردن به نام آرون اکارت است، یک بچه به نام آرون اکارت است و یک دختر به نام دبل نای نقش مرکزی در کسایی که بازی کردن. خب چرا بسا مشهور هستند منتها این فیلم اگر شما دوستان میبینین کاملا گفته فرزان جان یک فیلم است که از خیالات یا گرفته شده و جالب است، گرافیکی است و منتظرش میمونیم 2014 و همچنان باید گفت که سر این فیلم 85 میلیون دلار مصرف شده. از لحاظ گرافیک از لحاظ بعضی چیزای دیگه ایش که بسیار شانس زیاد چیکشتن. و دیگه یک چیز دیگه خانم سعادت، بسیار اگه مثلا می فیلم ها نامش بسیار مشکل است، اما رو بازی جی شب گوی AFRTWX این نامه که چیزش بسیار جالب است. سپاس است. مثلا بعدیم گپ شما را گرفت. مر بر ما بگید سپاس. بر ما سپاس. سپاس گزارش. تشکر از شما. اگه شما این کلمه خوش میشید. خب سپاس بگم بسیار خوش میشم. که براتون به معرفی میگیرم یک فیلم زیبای ایندی هست. واو. به نام Things of the Great. Things of the Great. هست. بله. و تاریخ عرضه فیلم در 22 نوامبر سال 2013 به اند آمده. بیاین ببینیم که کی از بچه فیلم از این Things of the Great، Things of Bali هست. بچه فیلم از این کسی هست سوندیوال هست که همیشه سوندیوال کسی هست که نقشای جدی را بازی کرده. جدی را بازی کرده باید. دیوال بزنه دیوال باید چپه شده. نفر اگه بزنه در کامره باید گور بره. خوبش که از افغانستان نیست. خوب هر روز ما رو میزن. خوب هست. خوب هست. بخیر از امیل. شانش جدا کرد. میفهمم در یک فیلم دیگهش فقط به چیز بود یک دانه ریل در تختی پشت چپه شده بود. اینه بود کمی کرد کمی ریل کرد. بسیار کبیر. داستان این فیلم هم عاشقی هست و هم جنبی جنگی زیادتر داره. سوندیوال زیادتر جنگی بازی میکنه. و در این فیلم سوندیوال نقش را بازی کرده که یک مرد عادی هست و همیشه کوشش میکنه که از حقیقت دفاع بکنه و یک زندگی عادی رهبری میکنه. در این فیلم خود سنی دیوال یکی از بچه‌های بسیار چیز مشهور بچه درمانده. بچه کی است؟ بچه درمانده. سنی دیوال بابا دیوال درمانده. فیلمش هم امریکا رابو دختر نه؟ بله نه دختر سابقه. دختر سابقه. خب یعنی یک دفعه مازاد کار که سابقه نیست به سنش زیاد نکنیم که خودکشی نکنه در اینجا. من از وقت معاملانی و از وقت ریکا و پونم نیست. نیست نه گود شات. گود شات. گود شات. و دایرکتر این فیلم هم انیل شرما. بسیار خوب. فیلم تاوری که میبینیم یک فیلم بسیار جنگی است که منتظرش میمونیم که اونا گرفت نفر دنیا گرفتن خفکش کرد. نه میگیره زود میگیره. بسیار جالب است. که میگیره از یک دقیقه فیلم دیدیم دسته کسی را میکشه بم یک کش. دست شما میگیره. Things of the Great Inquisition. آه، Things of the Great. بچه فیلمش مرمی نمیخوره. نه. 50 دانه مرمی. امی بسیار جالب است. بچه فیلم خدا نگاه میکنه. 1000 دانه مرمی میه. طرفش 1 دانه مرمی. آره مثلا به امی سریال بادی گرگا یا سریال دیگه هم مثلا نقش مرکزی که میه مثلا 5-6 نفر کده کلاشینکوف کده تفنگای چه مجاز است. پولو دلم داره که راکت میزنه. خیلی رقم میکنه راکت. فایر کده میرن. فایر کده میرن. و وقتی که بچه فیلم میام تراوان از پیش میاد دم بوره بزن دم بوره بزن دم بوره بزن این نمیخوره این نمیخوره این چی هست اینا لسیکو اینا یک تعویض دارن خو تعویض زد زیری زد زیری که سر زیاد تاثیر نمیکنه این مثلا مرمی فایر میکنه پولا دلم دار خو تر میکنه مرمی شق تیر میشه مرمی که پشیمان میشه چرا فایر شد من شکر از شما و دوستای عزیز این دو فیلم بود که در این هفته باز هم استجان نبود ما تقدیمتان کردم ارزو میکنم که خوشتان آمدن
قرار گرفته باشن و خوشم می فهمین آب جان کسی است که آدم در برنامه گپ زدن نمیمونه اگر کدام جای اشتباه کرده باشه به بزرگواری خاطر ببخشید اختار او برد او اختار گساله خورد من صحبت نمی کنم من گپ خود در شش لگ رو پس او دام می کنم نمیدونم که اشاره نشه دوستایی که ما رو میبینن بخش ورزش فراموش نکنین خدیجه جان بازم هفته آینده با خبرهای تازه خاطر خوش آمدین دوستا قاب گفتگو و بخش ورزش ما هستن سلام دوستا بر شما تقدیم میکنم و آرزو دارم که یک هفته تان به خوبی سپری کرده باشین من بسیار خوشحال هستم که با خبرهای بسیار جالب خدمت شما هستم و اولین خبر برتان تقدیم میکنم بسیار خبر خوب است و لا بلای از این خبر ما گفتنی خود ما هم داریم که چطور میتانیم کسر که دوباره صحبت میکنیم به تیم خود ما یا با ورزش به جمع ورزشکارای خود ما بپیونده بله تصویری که میبینین از ندیم امیریست ورزشکار افغانی اصل است که تابعیت دوگانه داره آلمان فعلا در آلمان زندگی میکنه و این ورزشکار است که به تیم ملی اجدسالا به آلمان البته راه پیدا کرده تیم به نام اوفنهایم آلمان و این ورزشکار است که قبلا البته از 4 سالگی ورزش شروع کرده تحت نظر پدر خود به تیمای افغانی قبلا مهاجرین که در افغان مسابقات برگزار میکردن این ورزشکار بازی میکرده و مدت 2 سال است که به تیم آلمانی بازی میکنه فقط امسال تونسته که به تیم اوفنهایم آلمان راه پیدا کنه و جای بسیار خوبی است جای بسیار خوشی است که این ورزشکار به این ردیف بازی کنه که حتی توجه باشگاه بسیار بزرگ آلمانی را به خودشان جلب کنه تا بتونه ایران یا انتخاب کنه تیم ملی بله تیم ملی زیر 18 سال آلمان است و قرار است که بازی کردن من می‌خواستم در این مورد صحبت کنم با دوستا که باید فدراسیون فوتبال افغانستان با موافقت امی ورزشکار ندیم امیری باید اونها را دعوت کنن به تیم ملی خود ما اگر این ورزشکار به تیم بزرگسالان آلمان بازی کنه باز ما شانس نمی‌داشته باشیم که ورزشکار دوباره به تیم ملی خود ما داشته باشیم چون این باز مربوط آلمان میشه و باید به با تیم بازی کنه و او قرارداد و این که تابعیت دوگانه داره این مهمتر است خب میفهمین که به تیم ملی کشور تنام و کسایی است که از خود از هم کشور میباشه چون به خاطر تابعیتش میتونه با آلمان بازی کنه دو تا تذکره نباشن دو تذکره و و این در حال است جان که یک ورزشکار دیگه به تیم ملی زیر 21 سال فنلاند بازی میکنه به نام مشتاق یعقوبی چندین سال است که به تیم بازی میکنه و مثل از این ما چندین بازیکن داریم که لیگ چهارم یا سوم آلمان بازی میکنه و همچنان در کشورهای دیگه بسیار جای افتخار است گپ خرد نیست در بازی کردن در تیم ملی یک کشور مثل آلمان که قسم ستاره های فوتبال دارن و این جوان ما که اونجا رفتن راه پیدا کردن بهشان تبریک باشه یک گپ بسیار بزرگ از دوستان بله. فکر کنین که یک دستاورد بسیار فوق العاده بزرگ است و ان شاء الله که آینده تیم ملی ما خواهد بود که در تیم ملی بازی کنن بریم طرف تصویر دیگه بسیار وقت محدود است بله تصویری که میبینین البته یک خوش خبر دیگه هم که افغانستان تونست میزبان پنجمین دور مسابقات آسیایی در رشته زورخانه و پهلوانی به دست بیاره و پنجمین بار است که مسابقات برگزار میشه سال آینده افغانستان میزبان رقابت های زورخانه و پهلوانی در افغانستان خواهد بود البته رئیس کنفدراسیون پهلوانی و زورخانه آسیا آقای جگدلک در دیدار که با مسئولین ای فدراسیون‌ها داشته البته همین موضوع تعیین شد که افغانستان باید میزبانی کنه که بیشتر از 5 یا 6 کشور در این مسابقات سهم خواهد داشت و سال آینده ما آرزو داریم که میزبانی خوب کرده بتونیم در رشته پهلوانی و زورخانه ای و این هم تصاوری ختم رقابت تصاویره تصاویر ختم رقابت های لیگ دست اول کابل و در نهایت تانستن این لیگ مدت 2 ماه البته دوام پیدا کرد و در نهایت تانستن تیم اردو جوانان اردو البته اردوی الف تانستن که مقام قهرمانی لیگ در سوال کابل برس بیاره و فهمیدن چون در ردیف دوم قرار گرفت و این دو تیم چانس حضور به لیگ برتر سال آینده پیدا کرده بسیار خوب تشکر میریم به طرف تصاویر تصاویر کلپ میجا در بین گپای ما به جان شما میاین من کلمات که باید صحبت کنم باید البته درست ادا کنم اونا از پیش مشتبه میشه راستی فتنه جان گفتین که چیز افگویی است که سر ما میگن که در سر گپای ما آمدین ای که شما اشتباه میکنین غلط میگین تصاویر شما اول تصاویر خب زبان یک چیز است البته گویی است اشتباه میشه از شما بسیار اشتباه تلفظی شده بسیار زیاد بله ما معذرت میخوام تو نخواستی شروع میگم بریم به طرف ازی که فرخنده جان گفتن که ما از این بعد در برنامه برتون یک چیز ویژه میارم من ویژه دوباره صحبت کنم هر هفته من میخوام بر دوستا بازم برمیگرده بابت که من وقت نمیتم دوستا هر هفته بعد از این برنامه چرا برمیگردی چیز چی میکنین
گپ کردید که تو میزنه سر ما گپ بر میگرده. این ظلم از بخواه کفر مطلق است. خب غیره. و تو برنامه با خودم برگشته. برزوی بگویی که تو بعد میگم. بسار ازاتیستیم. ده. پرکنشان برو. طرف ازم خوش خبرید برو. کلپ ویژه این هفته ورزش. قرار است در هفته یک کلپ ویژه میداشته باشیم و شما دوستایی که میخواین یعنی قسمت های بسیار جالب بله ببینین در ورزش میتونین که به این بخش همیشه همراهی کنین این بخش و این بخش تحقیق کنین میبینیم تصویر ویژه را؟ تصویر را که میبینیم یکی از تصویرهایی است که یک مرد آلمانی به نام جو الکساندر نمایش جالب را به ریکورد های جهانی گینس ثبت کرد که این ریکوردش در شهر آلمان البته در شهر روم ایتالیا بود بله. که این ریکورد را ثبت کردن در سال 2012 در ماه اپریل و تقریبا این ورزشکار است که در یک دقیقه بیشتر از 20 تیر کمان را تیر پس کمان البته به طرفش پرتاب میشه اینا را میگیره و بسیار سرعت خوب داره و هیچ تیر به وجود از این اصابت نمیکنه و فکر میکنم قبلا یک ورزشکار دیگه هم امی ریکورد ثبت کرده بودن که در سال 2012 این مرد آلمانی ریکورد از اونا را شکستان ده بسیار جالب است که یعنی چقدر فکر از یه و چشم از یه سری کار میکنه که از کجا تیره بگیره و به اون سرعت کنی آیا دقیقا مثل مرمی واره از مرمی که شاید سرعت بسیار کم باشه سرعت بسیار زیاد داره و تانسته تشخیص به تمون نقطه که این تیره تیر میایا و میگیره از مرمی که بسیار سرعتش کم است اما اگر در جان انسان بخوره شاید انسان به حالت کما برسانه و اون مدال یام گرفت بسیار جالب بود تصویر ویژه تا ختم 2013 که یک ماه دیگه هم مانده میتونه کسی دیگه این ریکورد رو بشکنه تشکر فرخنده جان تشکر از شما از زنده باشین منتظر تصاویر ویژه دیگه در آخر گپای فرخنده جان در هفته می باشیم وقفه باز وقفه بازم هستیم خواب گفتگو است و دوباره خوش آمدین حالا ما یک موضوع امیر یک گپ هست که باید بگویم که نگو تو که او رو ما بگویم خب؟ امرو بان که بان که ما بگویم که خاطر ازی خو تو هم خبر داری ازو؟ ما خبر دارم که دین میان روسیه این میخانم ها که میرن نی برای ازی متوجه شدی؟ اینجا یک دان دیوال هست خب برای شما قلق دیوال خب برای شما بسیار یک دیوال عینی و بسیار جالب و دلچسب و دلنشین موضوع رو بگیدم امی خانم هایی که مثلا دمی روسیا میرن یه خانم غریبان میره خانم فقیران میره خانم بیچاران میره که واسش نمیکشه یه جور کالا داشته میباشه این خانم پیسدار که میره پایین دیقبات که مثلا نمو یک هنرمند یک آهنگ میخانه میره باش کار دارم توجه میره چرک دیگه لباس تبدیل میکنه شیرچه ایره می و این لباس از کجا شد خو دیگه چیکنم رسم از خانم شاد جان پایین دیقبات هم یک قبا که میزنم من یک جه کار دارم باز میره دیگه لباس هم میپوشه دینمی یک آروسی دا جوره رو تبدیل میکنه متوجه سی بایی؟ اگه دا جوره رو نکنه پنج جوره رو خمید دا جوره رو تبدیل میکنه می دا رو تصدیق کنه سر از می دا تاپا کنه این مدیدیم اینه خب مبالغه کردیم من تو من امرای تمنواستم و راستی راست میگی من مخالف از این موضوع استم یکی پوشیدن زیورات فوقلاده که فوقلاده زیورات سه منزل چهار منزل پنج منزل باشه نمیه بیرو بار میکنه یک سالم از خود فرزانه جان پرسان میکنم چرا می خانما زیادتر یک لباس اگه ده گرسی بپوشه او لباس باز نمی پوشه این بسیار به نظر من یک گپ از لحاظ استانداردها بگویم از لحاظ از اینکه مردم دنیا چی میکنه اگه در دنیا یک محفل باشه فکر کنید محفل این محفل های طب معمولی که دارن سالگره و دیگه یا عروسی وقتی که میرن یک خانم یک زوج میرن و اونجا دعوت هستن اما یک لباسی که میپوشن تا آخر میپوشن ما که دیدیم همیشه بودن و یک لباس بسیار هم تو مقبول و سنگین و هم تو چی میگن رنگ بسیار خوب اما من نمیفهم که ما از واقعه می پیسدار هستیم ما از واقعه بیخیب متفاوت هستیم میفهمیم من نمیفهم چی هست مشکل چی هست مشکل یک کس گفته آبجان که یک کس داره یک کس نداره یک موضوع دیگه که اسراف است گناه است مثلا نرم قدر مثلا خودت مثلا یک خانم میره ده جور لباس جور میکنه یا هشت جوره فکر کنین اما از اینش یک لگ رو پخو میشه چرا یک لگ رو پخو میشه اسراف سه تو اسراف اگه دم میکنیم نه هر چیز در فیلم ها میبینن تقلید میکنن مثلا بعض موضوع دیگه همین هم تقلید بکنیم یک جور لباس فقط کفایت نیست مثلا حسام تو راست جوره باز بسیاری فرزانه جان قن یک بسیاری بس که مثلا از خود گه خود ما که در روسی چیز برو بری لباس های تا بپوش نیره کلگی دیده بپوش نیره دیده میره نمیپوشم من نمیرم در روسی که تا برم کالانه بگی لا حول ولا قوه خب یک گپ نمونه یک گپ بسیار کوتاهی که ما دارم ایست که باز با گفتی ابجان اگه دجار لباس بپوشه یک وقت اگه روسی باشه کسایی که میره روسی فکر میشه کتم کوچ میکنن بایگاه سر شما نه نه بازی نه 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 ن
آرسی ها را دیدیم که کد از اونم چیز میه یک دانه بایک کلان او تیرکدار تیرکدار آها تیرکدار او آرسی نه میرن بلک فیشن شو میرن فیشن شو میرن باز بسیاری دمی اوتالای اوتال اوتال شام چبلک اوتال شام کلاوش دینی اوتالا که میرن باز یقدر بعدر خندم لباسا چی ضرورت چی تو میکنین هم چشمی دارم عزیز بود بگه بابا چون دیگه نارین خانم ها راستی واقعا کار خوب نیست یک ضربه محکم به خانواده تان است و یک موضوع شما سر خانم ها در زنین با شما هم سر بچا گفت بسیاری که دو خانم بچا چی میگن بسیاری آقایان از بسیاری زیادش البته کم نی وقتی که از وظیفه میاد 9 بجه شب 10 بجه شب تا 12 بجه دائم پشت خانه که رسید تا پشت کوچه دروازه خانه بازارند خوب نفر بیچاره خانم خواز یا خوار مادر خواز بیچاره تا میخیزن میایند کوچه رو واس کنه بازی زیادتر قار میشه اگارندگام باز یکمک طالو تای اگارندگام و بابا آرند ما کم میدید آرند ما کم میدید اگر کم میشه نیک کنم سوی مدر دور است که آرنگ میشه کل هم سوی دروازه که مدر کدام ما هست یک کپ دگام خوب است تلفن خوب است اگر کرده داشته باشه اگر کرده داشته باشه باز بخیزه داشته باشه بله بله بسیار آدم میدونم بازی ایره بزن در وقت بسیار بد میخوره که مثلا مزمو خاطر گفتم من خودم هم که میرسم خوب است نمیکنم از یه بار نمیکنم یک گفت بسیار مهمی است که مادرها به تکلیف میشه امسایی که مثلا 11 بایی شب 12 بایی شب آدم مصروف میباشه در کار یا میره خانه وقتی زنگ میزنی آرند میکنی خود تو بیدار است دیگه سال میکنه که بیدار است آرند از نفر که خواهد خانه خود میایم بسه کوچه بیدار است دیگه از خاطر تو یک طفل خوردم بیدار میشه یک دیگه خوب هم است خوب است خوب است این بگ حساب خوب است خاطر ازی که کل اگه بیدار شو مثلا دوزا دوزی از حالات خراب است بیدار باشه خوب است خوب است مردا خوب کار میکنن که از این نمیکنم اون در پیش آبا جان در پیش شفاخانه در پیش بسیار جای دیگه که هست اگه آرند کنی یک مریض باشه و او حالت روانی داشته باشه یا تکلیف عصبی داشته باشه بسیار سرش بد میخوره یعنی که بیخی من امورم فکر میکنم که اگه دمو خانه هم شاید مریض باشه دیگه باشه به بسیار مشکلات خوش برده باشه بیچاره را یک آرند که اون بیدار شد تا صبح خوش نبره قسم جان کسای دیگه ای که درباره بالیوود داری باز میگی بر ما دیگه ان شاء الله آف جان در برنامه آینده امی کمک کمک در برنامه بگو پوبل جان وقتی که از جا اومدیم کلی زنگ میزنه میگه چی کردی ای که چی کردیم و چی میکنم بزودی بزودی ها تشکر وقت برنامه بسیار محدود است دیگه اگه شما رو بانیم شاید یک دو ساعت دیگه هم در بر بگیره گپایتون خلاص شد دوستا که ما رو میبینن یک جان تشکر 456 در خدمت شما از هر جایی که هستین پیامتون رو بگذارین فقط یک مصرف کنین و این پیام دلتون رو با ما بفرستین که نظر باشه پیشنهاد باشه موضوع باشه که ما روش گپ بزنیم تصاویر جالبتون اگه دارین بعض عکسای جالب ویدیوهای جالب اگه دارین از طریق قاب گفتگو @tulu.tv ایمیل ما به ما بفرستین به ما میرسه که ما رو شریک بسازیم با دوستا یوتیوب در خدمت شما است دوستا که خارج از افغانستان هستن زیاد قصه کردن قسیم جان واقعا ما هم شما را مقسمه که شما پشت ما دق میشین و دوست داریم ما شما را مقسم دوست داریم از او که زیادتر مبالغه نکنم و فیسبوک هم در خدمت شما هست پیامایتان رو بگذارین آب جان رو کم گپ میزنه گپتان رو قبول کرده هم مقسم نظرات دیگه تان رو ما قبول میکنیم تا برنامه بعد وقت بخیر خداحافظ سلام خداحافظ غروبم خداحافظ سرزمینم ای هست و بودم زنده باد افغانستان I'll be walking